زیبایی ها، درود بر شما عزیزان دل، رفقای خوبم، عزیزان مهربان در پایه نهم. خیلی خوشحالم با شما عزیزان هستم. پاورپوینت رو گفتیم بیارن، یکی از بچه ها بگی دقیقا تا کدوم سفر رفتیم، چجوری رفتیم، عقبیم، جلویم. من اینو یادم میره، یکی از بچه ها کلا اینو زحمت شو بکشه هر جلسه به من بگی دیگه، چون تداخل داریم دبیرستانام که فشار زیاد شده، من نمیدونم در حقیقت تا کجا رفتیم، یادم نمیمونه. اینا رو که رفتیم من تجزیه هم بهشون گفتم، برو جلو برو جلو، فاکتورم گفتم صبر کن، برو برو اینا رو فکر کنم گفتم برو، نه برگرد برگرد بچه ها یه دقیقه چک کنید برید صفحه 89 من فکر میکنم اینجا باشه. اینا رو بچه ها رو همه رو اپراتور کن یا ارائه دهنده کن. آره ستایی زحمت بکش بگو دستش بالا میخواد بگم. آه صفحه 85 درود بر تو، خوبی ستایی شما؟ مرسی ممنون استاد. 85 تمرین سوال دوم. آها 85 تمرین دو، دست درد نه. آره فقط شکل اولش رو حل کردیم، شکل دوم بخش عمل کردیم. جان خوبی خانم سرینه، حالت خوبه؟ سلام، مرسی ببخش. درود بر تو، خواهش میکنم بگو جان. بخش الفش رو حل کردیم، بخش بش فکر می‌کنم مونده باشه. سوال دو تمرین همون شکل مساحت محیط است. بله چون الفش خودم حل کردم یادم مونده. خب اشکال نداره، اینو ببندش یکیشو پس باز کن تو یکیش. پس تو یکیشه، یکیشو برش بفرست. آره خب حالا تا زحمت میکشن اینو اوکی میکنن تا اونجایی که اومدیم جلو. حالا چون اینجا 89 به بعده، مال درس دومه، تو درس اول بوده. جایی هست، نکته ای هست، مشکل داشته باشید، میخوای یه اتحاد بنویسم با هم حلش کنیم ببینیم چه جوریه، برید اینو حل کنید ببینم چی کار میکنید. ایکس منهای یک دوم در ایکس به اضافه ی سه چهارم، برید ببینم اینو چیکار میکنید. تا بچه ها زحمت میکشن برامون اون درس یکو میارن ببینم چیکار میکنید. من نمراتتون هم اومده خانوم ستایش آفرین 63%، خانوم سارینا 43%، آفرین خانوم زینب 20%، خانوم غزل هم که شرکت نکرده بوده، خانوم ملینا هم نبوده. خب من اینا نگاه میکنم جلسه بعد بهتون میگم داستانش چجوریه، ولی اون چیزی که نیازه، چقدر زینب اشتباه زده، چرا این همه شک داشتی اینا رو زدی؟ یعنی یکی از هنرهای تو اینه که وقتی میبینی شک داری نزن اینا رو. ببینم اکثرا اونایی که همه تون اشتباه حل کرده بودید 44 46 51 54 57 59، اینا رو اوکی میکنم جلسه بعد با هم یه گپی در موردش بزنیم ببینم چی. خواهش میکنم، اشکال نداره، فقط تلاشتون رو بیشتر کنید و دقتتون بیشتر باشه بچه، از این آزمونا استفاده کنید که برید بالا. میانگین درصد کلاسمون 42%، درصد مدرسه 23، درصد کشور 23. خب ما خدا رو شکر میانگینمون بالاه، حدود 20% از میانگین کشور بالاتریم، اما اینه که باز کمه، باز کم. اگر که قرار باشه انشالله همگی شما عزیزان تو دبیرستانهای خوب قبول بشید، این کمه، یعنی 63% برای خانم ستایش خیلی کمه، به نوبت همینجوری کم میشه. اکاش نمره ملی نمون بود. یه سوال داشتم. درود بر تو. بفهم. اونایی که نمیزنی نمره منفی نداره؟ نه، اونایی که نمیزنی نمره منفی نداره، ولی اونایی که زدی اشتباه زدی کارتو خراب کرده. مثلا سوال 37 42 اینایی که شک داشتی نباید میزدی. باز خیلی‌ها رو نزدی. اونایی که نزدی نه، نمره منفی نداشته. 7 8 تا سوالو نزدی. ولی اونایی که زدی، اونایی که مشکل دار بوده نمره کنده ازت. ولی باز بد نیست. الان رتبه اول خانم ستایش بوده، رتبه دوم خانم سارینا بوده. اگر زینب این همه اشتباه نمی‌زد احتمال داشت بیشتر بشه درصدش.
چی؟ آره الان ندیدم. خب بچه ها یه نفر داوطلب شه ببخشید برام مشکل پیش اومده بود بخاطر همین نتونستم امتحان خوب بدم، اشکال نداره، مهم اینه که تلاش تو ببینم. من اولا که توقعم که از شما خیلی بیشتر از اینه خداییش، ولی خب بیشتر تلاش کنید و انشالله موفق هم خواهید بود. اینو یه نفر بچه داوطلب بشه حلش کنیم ببینیم کدوم اتحاد چجوری حل میشه. سوال دوش عزیزم. آره عزیزم سوال دوش اون شکلاست. اینو حل کنید. سوال این اولی حل کردیم، کامل اولی حل کردیم. بشو بیار آره اینه. خب داوطلب داریم اینو حل کنه یا خودم حل کنم؟ بفرمید. خواهم ستایی صدا تو باز کن. استاد من اینو حلش کردم، فقط یکم شک داشتم. ببینم اتحاد جمله مشترک. آفرین. که قالب کلیش اول بگو من بنویسم اینجا. x2 علاوه اون غیر مشترک، مجموع غیر مشترک ها ضرب در مشترک. خب بعد به علاوه ضرب غیر مشترک ها. باریکالله. خب حالا بریم شروع کنیم با توجه به الگو. بریم زرنگ باش این الگو رو بنویس همیشه تو امتحان برای خودت، خیلی بهتره تا بری دنبال ضرب. الگو رو بنویس. آره. خب حالا اولی به توان دو میشه چی؟ الان مشترکمون باید به توان دو باشه. مشترکمون x، پس میشه x به توان دو. حالا به علاوه پرانتز باز میکنیم منفی 1/2 به علاوه 3/4 رو که بعد مخرج مشترک بین این بگیریم میشه 4، اون میشه انگار منفی 2/4، پس باید بشه 1/4 رو دیگه. شد 2/4 رو. این 3/4 رو که میشه مثبت 1/4 رو. 1/4 رو. میشه 1/4. خب. 1/4 1/4. آره 1/4 x یا هم مشترکمون. باریکالله. بعد حالا منفی 1/2 رو ضرب در 3/4 میکنیم میشه منفی 3/8. 2/4 تا 8. آره بله منفی 3/8. خب این دیگه فقط تنها داستانش اینه که اینم میشه منفی، یعنی در حقیقت مثبت در منفی میشه منفی. آره اون مثبت در منفی میشه منفی. دست درد نکنه. ممنونم. عالی. خب زحمت کشید. برو الان کسی داوطلب هست برو بریم بعدش کنم. آره زحمت شو بکش. به نوبت دیگه خودتون رو دور بچینید دیگه همه رو. ببینن خانم سارینا اومد، خانم زینب، اگه خانم غزل اومد، خانم ملینا اومد، بیایید بچه‌ها به نوبت خودتون رو دور بچینید شروع کنید انجام. خب اول ضلع مثلثه رو با استفاده از فیثاغورس به دست میاریم. ببخشید من صدام خیلی گرفته است. بله بفهم. خب ضلع مثلث خب یه ضلعش که x y، یه زلش هم 5xy. خب یعنی می نویسیم 5x. خب الان 5xy به توان 2 که میشه وتره. خب منهای 6y به توان 2 باریکالله 3 به توان 2 که میشه اون زد پایینیه. آفرین. بزن بیه جلو. این اول محیطش رفته به دست آورده. محیطش که خیلی راحته دیگه. اون اندازه پایین جمع همه از دیگه. دیگه بیرونی ها رو کار داریم دیگه. محیطش که اوکیه. اصلا در مورد محیطش که این هم همون قسمتی که شما گفتی. خب خب نرو دیگه سب. این فونت اینو تغییر ندادین؟ اون سری گفتم این لپتاپه این نمیخونه فونتش. یه لپتاپ دیگه تونه که این فونت اینو میخونه. این بچه‌ها اذیت میشن تو خوندنش. الان ببین 25x2 دبا با آخرش بکنم میشه 4xy. خب الان ببین 5xy2 منهای 3xy2 که این دوتا به توان میرسن از هم کم میشه شده 16x2y2 که جذب بگیری میشه 4 تا یه برازی رادیکال میشه 4xy. باره کل زحمت بکش اینو بیارم ها اونجا. آره براش. آره جوابش که شد 4 تا xy. بزن
درس یک بود. آره همینه. آها. کشو چی؟ کشو 4 تا ایکس ایگرگ. آره این فونت رو درست کنم امیر. روی یکی از لپتاپاتون خوبه ها، روی یکی مشکل داره. آره. خب این شد برای این. خب این یه تیکه هم ما به دست آوردیم. حالا آره آره صبر کن. حالا خانم سارینا به من بگو ببینم سارینا رفت. صبر کن الان میاد. آها زحمت بکش دوباره سارینا رو واسه کن. به این معلف فیسا قرصه این پایین رو بزنم برای به دست آوردن، خواهش میکنم برای به دست آوردن محیط این یه تیکه رو میخواستم که شما به من گفتی چون ارتفاع اون وریه هست 3 تا ایکس ایگرگ، این وریه هم رو روش 3 ایکس ایگرگه، بتر هم که 5ه، 5 به توان 2، 3 به توان 2، این که 4ه. خب این الان به دست آوردیم، حالا چیکار کنیم؟ خب حالا مساحت ها که بخوایم به دست بیاریم، اول مساحت مستطیل که میشه تو ضرب در عرض، یعنی 3 ایکس ایگرگ ضرب در 4 ایکس ایگرگ. باریکالله. بعد به علاوه همون 3 ایکس ایگرگ و 4 ایکس ایگرگ که مال مثلث بودن، یعنی تقسیم بر 2 ضرب در قاعده. بله تقسیم بر 2 باریکالله. خب اینو بیار جلو که میشه 12 ایکس 2 ایگرگ 2 به علاوه 6 ایکس 2 ایگرگ 2 میشه 18 ایکس 2 ایگرگ 2. حالا این چون قائم الزاویه بود مستقیم میتونستی ببین ما تیکه کردیم دیگه، ما اومدیم اینو آره برو ما اینو جدا حساب کردیم اونو جدا، ولی خب یه جا خودش رو پاور اومد یه جا گرفت، همه رو با هم گرفت، اینا رو یه جا گرفت، در نهایت همون چیزی که شما گفتی شد. کسی هست اینو متوجه نشده باشه، سوال داشته باشه؟ خانم سارینا خیلی واضح و دقیق و حرفه‌ای برامو حلش کرد. برای محیطش هم یادت نره دور تا دورش باید بچرخی، دور تا دورش بچرخی. اشکال نداره خانم سارینا، دیدم الان نوشتی سر امتحان گیج بود، اشکال نداره ان شاء الله جبران میکنه. ستایش رو زحمت بکشید تغییرش رو بدید. من سوالم میگه دارم. نفر بعدی خانم ملینا زینب غزل، هر کدوم که هستید. بله جانم بگو. من یه سوال دارم میشه بپرسم؟ اجازه بده من سوال خانم ستایش رو جواب بدم. جانم بگو. ببخشید استاد سوالم درباره نیست، درباره اصلا همین اتحاداست. من نگاه میکردم تستا رو، یه تو تستای آزمون اینجا نه، من نمون دولتیه که نگاه میکردم، مثلا عدد رو داده بود، گفته بود حاصل عدد رو با استفاده از اتحادهای مناسب تجزیهش بکنید، بعد نگاه میکردم همش 100 و 1000 و اینا آورده بود. اون اعداد ما باید تقریب بزنیم به عدد پرصفر؟ نه 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 نه، کاربرد اونا، اونا کاربرد اتحادها تو زندگیه. تمرین داریم ما تو کتاب که ازش حل کنیم. رسیدیم اون تمرین ها، دوباره یادم بنداز اون تمرین های سطح بالاترش هم باش حل کنیم، داریم تو کتاب. آره اون کاربرد اتحاد هست، یعنی مثلا اومده گفته، مثال دارم میگم، اومده گفته شما 98 ضرب در 102 کن، حالا به جایی که 102 رو بنویسی ضرب در 98 کنی شما 98 رو بیان بنویسیم 100 منهای 2 به توان 2 باریکالله به اتحاد تبدیلش کنیم. نه به توان دو دیگه نه دیگه، ببین این این مزدوجه 100 به اضافه 2 که حالا اینو تو این ضرب کنیم میشه 10000 تا منهای 2 به توان 2 میشه 4، پس جواب این میشه 9 9 9 6. آره به جای اینکه اصلا بری این همه حساب کنی 102 رو ضرب در این کنی با این بعد بری، داریم تو کتاب از این بازی. بله گرفتم. فقط یه نکته بهت بگم، حالا یادگاری داشته باش، جایی که دو تا عدد بودن حتما مزدوجه، یه جایی یه عدده میبینی مثلا 1001 به توان 2 اینجا مربع کن، اون مربع باریکل. آفرین. آها این هم هست. خب بریم بریم برای تمرین بعدی خانم زینب. آره زحمت شو بکش. خوبی عزیز؟ نه واقعا خوب نیستم، وقتی جواب فهمدم خیلی بد دادم امتحانو، ناراحتم از اون جریان، ولی قول میدم بکنش. عزیزی دست درد نکنه، همین که قولت قوله واسه من یه دنیا میارزه. نه تعجبم از اینه که چرا این همه رو زدی، مثلا جایی که فکر میکنی اشتباه نزن واسه چی زدی، مثلا اونجایی که فکر میکنی شک داری رو نزن. حالا ببین یه موقع هست مثلا زینب اینایی که انقدر زیاد زدی
مثلا یه سری مباحث مشترکه، حالا من نگاه میکنم بررسیش میکنم بهت میگم داستانش چجوریه. مثلا میبینی یه مباحث خیلی مشترکه، مثال دارم میگم، همشون برای فصل 3 بوده. اگر میبینی تو فصل 3 این همه اشتباه و تو امتحان فکر میکردی درسته، یعنی به هوای درست بودن اشتباه زدی، تو حتما برای فصل 3 یه برنامه برای خودت بچین، یعنی برو فیلم ببین، برو تمرین حل کن، میزون کن خودتو. این یه موقع هستش مثلا به دفعات رسیدی به دوراهی دویسی چهل کردی یکیشو زدی، این مشکله، این باید حل شه. اگه اینجا حلش نکنی باید نمیتونی نتیجه خوبی بگیری تو از ورودی. پس اینا حتما چک کن ببین که مثلا اونجایی که رسیدی به دوراهی درس رو متوجه نشده بودی، نمیتونستی به جواب آخر برسی، شاید مثلا این یه تقسیم کوچیک تو رو انداخته تو این دردسر، برو اون موقع تقسیم رو خوب کار کن. یه موقع این نه مفهوم و مشکل داری، مثلا یه فصل متوجه نشدی، علتش اینه که حالا اون فصل رو باید بررسی کنی. حالا من سوالا بررسی میکنم بهت میگم، تلاشت قابل تقدیره. ببین همینی که الان تو مثبت ها هستی حرفه‌ایه اوکی، ولی اگه این همه منفی رو نزده بودی شاید الان رتبت یک یا دو هم میشد، چون راحت میامد بالا. اینا که منفی خورده کارتو خراب کرده. در هر صورت حالا انشالله بررسیش میکنیم، نگران نباش، جا واسه جبران زیاد. خب بریم. خب گزینه اولش الف. آها باشه، به نوبت. چشم، بفرمایید زینب جان، ببخشید. پر وای من های سیکس به توان دو. خب مربع بعد دو جمله ایه میان میگیم پنج وای به توان دو مطابق 25 وای دو من های، بعد دو برابر این دوتا در هم ضرب میکنیم مساوی با سی وای ایکس به اضافه سه به توان دو زاویه نه ایکس دو. باریکالله. خب زحمت چه بکشید عزیز، اینو بدم میخوام بزنم، اذیت میشه بدم بزنم. خب اجازه بدین. خب باریکالله نه ایکس دو، همه اینو درک کردید اوکی. یکی دیگه هم حل کن خواهم زینب برام. دومی هم برو. به منفی 3a2 منهای a به توان 2. منفی 3a2 وقتی میخواد ضرب بشه مثبت میشه، پس میشه 9a4. خب. بعد دوباره این دوتا هم بخوان در هم ضرب بشن مثبت میشن، پس میشن به اضافه 6a به توان 3. خب. دوباره باز اونم مثبت میشه، میشه به اضافه a دو به توان 2. باریکالله. دست درد نکنه، ممنونم خانم زینب، ایشالله که موفق باشی. خانم ملینا، بعدش هم خانم غزل، همینجوری به نوبت بیاید دیگه. خانم ملینا. نه عزیزم خوب هم، دست درد نکنه. استاد خسته نباشید. درود بر شما. چطور ملینا جا خوبی؟ میخواد ممنون، مرسی. ممنون مرسی عزیزی. ببینم چرا من یه چیزی بهتون بگم، ببخشید من یه کاری پیش اومد برام، مجبور شدم که بله همون می‌خواستم در مورد این بپرسم ازت. خب نه آزمون که هیچی، من اونو متاسفانه فراموش کردم، ولی میخواستم بگم برای امروز متاسفانه یه کاری پیش اومد، من اومدم بیرون، گفتم اگر اشکالی نداشته باشه من این جلسه رو گوش بدم، بعد از جلسه بعد با سوال خواستیم حل کنیم نوبت به نوبت، گفتم بهتون اطلاع بدم. نه چرا الان مگه نمیتونی حل کنی؟ نه چرا، مشکلی نیست، ولی چون گفتم که ممکنه تو راه اینتم قطع و وصل بشه، گفتم من این جلسه رو گوش بدم بعد از جلسه بعدی. خوب کاری میکنی، فقط برای امتحان یادت نره، برای امتحان بیا حتما خودتو چک کن. چشمت بیبلا ببین. بله چشم، حتما میتونی ببینی چند چندی. حیفه اینو از دست نده، دست درد نکنه. خوشحال شدم صدات شد. بله چشم، ممنون، مرسی. همچنین برای خانم غزل، خواهش میکنم خانم غزل. خانم غزل صدا تو باز کن. سلام استاد، درود بر تو، خوبی؟ مرسی، ممنون. صدا فقط خیلی ضعیفه، صدات خیلی ضعیفه. صدا تو اگه میتونی یه مقدار صداش هم بیشتر کنید ما اونجا. خب بگو ببینم در مورد سومی چی میدونی؟ سومی گزینه جیم گفته 8x منهای 1 سوم به توان 2، فکر میکنم که چیزه، یعنی مربع دو جمله ای که دقیقاً. آفرین، خوب درسته. خب 8x رو اول ما باید به توان 2 برسونیم، جمله اولمونه میشه 64x به توان 2. آفرین. بعد دیگه منهای
در اصل 8x رو اگه اشتباه نکنم باید ببین اولی و دومی رو تو هم ضرب کن، هشت ضرب در یک یعنی 8x ضرب در یک سوم میشه 8 سوم، بعد به توان دوش که برسونیم میشه نه 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 دو برابر اولی در دومی، 8 رو تو یک سوم ضرب کن میشه 8 سوم، درسته؟ 8 سوم بله، ضرب در ایکس میشه 8 سوم. حالا این شد اولی در دوم، یه ضرب در دو هم قبلش داره، ضرب در دو هم بکن میشه 16 سوم ایکس، 16 سوم دیگه اینجا به توان دو نرسونی ها، اینجا توان دو نداره. خب دومی بله. بعد مثبت یک سوم رو باید به توان دو برسونیم که میشه یک نهم، باریکله که اینم میشه یک نهم، دست درد نکنه صبر کن فقط نرو ببینم تو دال دو هفته دو ممیز هفت به توان دو، دومیش گفته بله. دو تا دو ممیز هفت ضرب در سه ممیز سه به اضافه سه و سه دهم به توان دو، این تو رو یاد چی میندازه؟ اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی، یاد این میفتی یا نمیفتی؟ فکر میکنم که چیز باشه، جمله مشترک باشه. نه این همون مربعه، نگاه کن، اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی. حالا بازشو بهت داده، تو بالایی ها بسته شو داده بود، شما بازش کردی، بازشو بهت داده، اینو میخواد ببندیش، یعنی یه پرانتز بزنی جمله اولی چی بوده که به توان دو رسیده؟ خب دو هفت بوده، باریکلا. جمله دو هفته چی بوده به توان دو رسیده؟ دومی سه و سه دهم بوده، تموم شد. پس این یه پرانتز بوده، یه دو هفته هم یه سه و سه دهم به توان دو. حل بله، دست درد نکنه، ممنون از تو، آفرین که برامون خوندی. بریم برای نفر بعد، اگه دور تموم شد خانم ستش. بله بفرمید. آره همگی بچه جواب دادن. سوال چهارم گفته به کمک اتحاد مربع دو جمله ای درستی تساوی های زیر را ثابت کنید. خب الف x به علاوه y به توان دو منهای x منهای y به توان دو برابر با 4xy. خب همون اول ما میایم x به علاوه y به توان دو رو حسابش میکنیم که اتحاد مربع مجموع دو جمله ایه، یعنی میشه x دو به علاوه 2xy به علاوه y دو. حالا میایم x منهای y رو حساب میکنیم، بعد جوابای به دست اومدهمون رو باید قرینه بکنیم آخر سر، یادمون باشه چون پشتش یه دونه منها داره. باریکالله. الان x منهای y میشه x2 منهای 2xy به علاوه y2. حالا این اگه قرینشون بکنیم میشه منفی x2 مثبت 2xy و منفی y2. بعد الان x2 منفی x2 با هم خط میخورن، مثبت y2 هم با منفی y2 خط میخوره چون اینا قرینن، فقط یه داره مثبت 2xy به علاوه 2xy میمونه که جمعشون بکنی میشه 4xy. باریکالله. فقط یه چیزی بچه ها، الف و ب رو بزنید، مهم دو تعداد کمکیه. آقا این ب رو من تو اکثر آزمون ورودی ها میبینم، تو اکثر سوالات تیسوشان میبینم، این یک و دو جفتش اتحاد کمکیه، دو خیلی نکته داره، دو هر وقتی میبینی دانش آموز گیر میکنه که آدو به اضافه یک بر روی آدو چی میشه. آقا این همون آدو هست به توان دو، یک بر روی آدو به توان دو، دو برابر آ در یک آ، این فقط یه دو ازش کنده. چرا دو رو ازش کنده؟ چون وقتی تو میخوای دو برابر اولی در دومی رو ضرب کنی، عملا اون آ با هم ساده شدن. حالا بشینیم نگاه کنیم، دست درد نکنه خانم ستش، ممنون که برامو خوندی. نفر بعدی خانم سارینا بفرم. استاد نوبت منه، ولی من خیلی بلد سامنی شک دارم. اتفاقا همینو میخوام که با هم حلش کنیم. ببین الان به تیکه اول نگاه نکن، بریم سراغ دومیه. آب توان دو، آره آره آره، اونو بازش کن برامو، یعنی یعنی آ دو به اضافه یک بر روی آ دو منهای دو، اینو برام بازش کن، اینو بازش کن، اینجا توان نداره، توانش بیرونه.
اینو برام بازش کن. مگه این اتحاد مربع دو جمله ای نیست؟ الو الو چی شد؟ صدا رفته برش. استاد من از فیرون رو جدا کردم، نمیتونستم بشنوم صداتونو. منم نمیتونستم بشنوم، تعجب کردم. خب الانم نمیشنوم، یه لحظه برم بیرون بیام. الان میام. اونم توان نداره. چش بذار بیاد. خب الان صدای منو داری؟ وز شد است. آره خب عزیز الان اینو شما اتحاد بازش کن. اولی به توان دو، بعد به دو تا اولی در دومی، بعد به دومی به توان دو. خب اولی به توان دو میشه آ دو به اضافه دو تا آ به علاوه یک آ. آ در اولی در دومی. آها در بله. خب به اضافه به علاوه یک آ به توان دو. باریکالله. که میشه این کل اینم یه منهای دو پشتشه دیگه. خب حالا اینو تا میتونی ساده کن. حالا این چی میشه اینجا؟ اینجا که هیچ. به علاوه خب اگه دو رو زر... آه نه اول آر آر رو هم میزنیم، یه دونه یک میمونه که دو رو در ضرب میشه دو. به علاوه یک آ دو. بعد نمیتونیم اینو با اون آ بزنیم؟ آه با نه، اون نه, آ نه 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 چون جمعه. ببینم کل این بیرونش یه منفی دو هم بود، قبوله؟ بله. چون جمع و تفریق این دوتا دوهای خوشگل میتونن با هم ساده بشن. چی موند؟ ام آدو بله به یک آدو. یک آدو. اون چیزی که توی آزمون ورودی هم من میبینم اینجوریه، یعنی خیلی بچه ها رو اینجوری گول میزنن. تو اینو باز کنی عملا اون جمله وسطیه یه دو میمونه، چون این جمله وسطیه دوش معلوم نیست، بچه ها حواسشون نیست که این آه با هم ساده میشه، به ذهنشون نمیرسه این اتحاده. یعنی اگه من اینجوری بهت بدم، دانش آموز نمیدونه این یه اتحاد بوده. در حقیقت این چی بوده؟ ببین خیلی سوال داریم تازه موردی. من الان بچه دهم یازده هم با این سوال دوباره دارن چلنجه ها میرن. ببین یک بر روی آدو بهت میده، میگه این آدوه، قبوله؟ بله. شما الان اینو چجوری میتونی بکنی اتحاد؟ خب اولیه که اگه توانه، یعنی اینا رو بذارم توان دوهاشون رو برداریم. خب اجازه هم یعنی اتحاد چی کاری نداری؟ نه اجازه هم چی کاری نداری که توان دوها اینا رو برداری یا بذاری، اما یه کاری میتونی بکنی. بگو چی؟ چی؟ من میام کل این داستان و هر چیزی که هست به توان دو میرسونم، کلشو به توان دو میرسونم، قبول؟ آها بله بله. و یا مجازم از کلش جذب بگیرم، اینم قبول؟ بله. یعنی به یه نسبت یا بیارم پایین یا ببرم بالا. اما یه روش خیلی آسونتری دارم میبینم. این میتونه جمله اول ما باشه تو اتحاد مربع، این میتونه جمله دوم ما باشه. اگه اینو بگیرم جمله اول به توان دو، اینو بگیرم جمله دوم به توان دو، یادت تو اتحاد مربع یه دو برابر اولی در دومی داشتیم؟ یعنی دو برابر اینم بگیرم آ، یعنی دو برابر آ در بی داشتیم، یادت اینو داشتیم؟ بله. الان دو رو بنویس، آد کدومه؟ ام آدو؟ یک آدو بر روی آدوه. بیت کدومه؟ آدو. باریکالله. حالا قبول داری من آدوها رو با هم بزنیم؟ آفرین. پس میمونی یه مثبت دو خالی، قبول داری؟ بله. حالا تو که نمیتونی یه عبارت یه دو بهش اضافه کنی، یه به توان برسونی، هیچی ازش کم نکنی، حالا ته تهش یه دو بهش اضافه شد دیگه، درست؟ بله. من زرنگی میکنم، میگم کل این عبارت هر چیزی که هست من یه دو ازش کم میکنم. حالا اون دو که تو کم کنی عملا با این دوی که به وجود اومده از بین
میره باز دوباره میمونه این و این. گرفتی؟ اصلا من منفی دو رو نفهمیدم، چرا کمش گرفتی؟ منفی دو رو ما اضافه کردیم. چرا؟ چون عبارت حق نداری شما جا به جاش کنی، یعنی مقدار تو عبارت باید باشه. شما وقتی رفتی بقالی 3 کیلو مثلا عدس خریدی، خونه که میرسی 3 کیلو میتونه بشه 4 کیلو؟ نه نمیشه. تو ریاضی نمیتونی تو یه مقداری اضافه کنی بی منطق، اما میتونی یه مقداری اضافه کنی بی منطق، همون مقدار بی منطق رو دوباره از روش ورداری. آفرین. من میخوام یه بازی جدید بسازم. این الان میبینم جمله وسط نداره منو یاد اتحاد بندازه، بینشون هم منفی نداره منو یاد مزدوج بندازه، اما من اگه بیام دو برابر این دوتا رو به هم ضرب کنم، این آ که با هم رفته فقط یه دو میمونه. خب من اگه این دو رو به این اضافه کنم، دو رو از این کم کنم، میتونم اینو بکنم اتحاد. یعنی انگار که این بخش اولو بذارمش، یعنی مثلا یک بر روی آدو به علاوه دو به علاوه آدو، یعنی در حقیقت کل اینو حالا دو تا ازش برداریم، این با اون ورش برابره، با این برابره، آدو به اضافه یک بر روی آدو. میگم بچه هم اینو اکثرا نمیتونن درک کنن، به خاطر این طرح خوششون میاد از این سوال بدم. گرفتی؟ استاد توی امتحان من بیشتر توی این چیزا مشکل داشتم، توی هندسه ها. احتمالا اینه، اکثرا نتون اونجا مشکل دارید. آره فصل سه بوده. حالا من نگاه میکنم براتون، میبینم چجوری اون ساله که چالش داشتید و براتون حل میکنم حتما. آره که ممنون استاد. بس این سوال جواب بلد بودم، فقط چون اصلا سرم تا نمیدونم کجا بودم چیم بود، یعنی جواب سوال جلو مد سوال در حد کتاب من نمیتونم جواب بدم. الانم خوب زدی، الانم بد نیست، ولی باز اون چیزی که بالاخره تو سر کلاس داری از خودت نشون میدی خیلی بیشتر از این چیزی که اینجا تو آزمون اومده. یعنی مثلا شما تو سر کلاس من الان 80 از 100 اینجا الان شدی 40 از 100، یعنی عملا 40 تا کمکاری داری. این 40 تا رو به حساب عدم تمرکزت بعد بذاری، بی‌دقتی بذاری، کمکاری بذاری، و تو این فرصتی که داری تو این 4 5 ماه بتونی خودتو برسونی. الان مهم نیست، اما آزمون ته کارت مهمه که کجا قبول چی. بلی. گرفتی؟ به خاطر این میگم خودتو برس. خواهش میکنم، ممنون از خودت که زحمت کشیدی اینو حل کردی. من اینو براتون برم جلو. پس دیدید این میشه این، اون منفی دو اضافه هم خودمون میذاریم، در نهایت این دوتا که با هم ساده بشن دوباره این طرفش میمونه. بسیار مهم بود. نفر بعدی خانم زینب. بله بفرمایید. بس شوست اینجا گفته تجزیه کنیم، ما باید اینو به اتحادش برسونیم دیگه. بله آره، تجزیه تو عبارات جبری یعنی ضربش کن، یعنی جمع و ضربش کن یه جوری. خب بعد میمیم بگیریم دیگه، یا هم فاکتور گیریم. میایم میبینیم تو اینجا 2x مشترکه، پس 2x رو میذاریم پرانتز رو باز میکنیم. تو جمله اولی x2 مونه میذاریمش، تو جمله دومی یه 4x میمونه میذاریمش، تو جمله یه 4 میمونه میذاریمش. حالا میگیم این اتحاده، بعد اینو یعنی به اتحاد برسونیم، میگیم x چون مربعه x میذاریم، 2x هم قبلش میذاریم، یعنی 2x پرانتز باز x. جمله دومی رو کاری نداریم، 4 میبینیم به توان، یعنی 2 به توان 2 میشه 4، پس یه 2 میذاریم، پس 2x یعنی پرانتز باز یه دونه بله x x میذاریم. خب اضافه 2 اضافه 2 یکی یکم بنهای 2، مگه مربع نیست؟ به اضافه دو. آره دیگه، اون وسطیه شده دو برابر اولی در دومی و مثبته دیگه، در حقیقت اینم به اضافه دوه. بل. که الان دو دوتا چهار تا، شما میگی اینجور شد؟ بله. خب حالا یه نکته، من الان میام فقط پرانتز ها، الان میخوام اینو بگم کجا چی اضافیه؟ دو تا پرانتز من نذاشتم، یه دونه پرانتز، شما یه دونه پرانتز گذاشتی، یه نوشی توان دو، درسته؟ بله. حالا من شما رو میخوام وارد یه چالش کنم، اینجا گذاشتی توان دو، شما زحمت بکش این یه دونه پرانتز تو بکن دوتا پرانتز، این دوتا آبشاری تو هم ضرب کن ببینیم چی میشه. ببخشید تصویر رفت، ندارم. خب ببینم، الان من یه پرانتز شما رو کردم دوتا پرانتز، این دوتا رو تو هم آبشاری ضرب کن ببینیم چی میشه. فقط یعنی دو ایکس هم باش ضرب کنم یا نکنم؟ نه 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 نه، اینو
میشه x دو به اضافه دو برابر اولی در دومی، x ضرب در دو میشه دو x، 4 x، 4 x دو برابر اولی در دومی خب به اضافه 4، به اضافه 4. یعنی در حقیقت این توی پرانتز اون بود که شما زحمت کشیدی بازش کردی، درسته؟ دستت هم درد نکنه من. چی؟ کجاش غلط بود؟ غلط نبود. اینجا تمرین رو من تا انتهاش نرفتم، اونو آوردم با شما بازش کردیم. اینجا ما نرفته بودیم، اینجا آوردیم بازش کردیم. ممنون از تو. فاکتور درست بود، عبارتت هم درست بود. خانم غزل بفرمایید. خب 3, 12 و 1 ضریبا اینان. شما بمیمیم بین 3, 12 و 1 میشه خود 1. قبول تا اینجا؟ صدات خیلی بد میاد. صدات اصلا واضح نیست. یه بار دیگه صدات رو قطع باز کن. صدات رو قطع باز کن یه بار دیگه. صحبت کن. صداتو نداریم. نمیشه. خانم ستایش نمیشه، من سمت دیگه شو حل کردم. غلطه؟ نه درست. صدای من هست یا نیست؟ بله بله صداتو دارم. الان صداتو دارم. خب خوبی؟ استاد الان صدای منو دارین؟ آره 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 صدا تو دارم الان. یه زحمت میکشی برو حل کنی؟ گفتم بمیمیم بین 3, 12 و 1 چی میشه؟ خانم غزل صدا تو نداری متاسفانه. اشکال نداره. بچرخه. بذاری یه دور بچرخه دوباره. خانم ستایش. بله محبت کنید. صداشو نداشتی. خودشون دیگه نوبت میچرخونن. من میگم استاد. بله بله بله. ببین بین سه و شما به میمیم 3 و 12 و 1 گفتیم که خود یک رو میگیریم. بعد حالا نگاه میکنیم مشترک. میخوایم تجزیه کنیم دیگه. بیایم مشترک رو از توش ببریم، یک ضریب بمونه هیچی، میایم از بین متغیرامون کمترین متغیر رو ورش میداریم، یعنی از بین آ انتخاب میکنیم، از بین بی هم بی رو انتخاب میکنیم، یعنی آ به توان 1 و بی به توان 1. آ بی پس شد. حالا میایم میگیم که بله 3a + b تقسیم بر ab که 3 تقسیم بر 1 که خود 3 میشه، بعد a³ + a میشه a² b هم که با b ساده میشه، پس میشه 3a / 2. بعد حالا میایم -12، همون اول -12 رو میذاریم، منفی شده اون نره، بعد a با a خط میخوره هیچی، یه دونه b³ + b که b² پس میشه -12 b/2. بعدی a²³ و b²³ هستش که تقسیم بر آبی که بکنیم a²² و b²² میمونه. آفرین دست درد نکنه. نه هیچ عالی. ستایش چقدر آروم و بی نظیر. با چه بیان خیلی زیبایی داری اینجوری خیلی خوبه توضیح میدی. بی نظیره. آفرین. اینجوری خیلی آرامش داری، خیلی آرومی، باعث میشه دقتت بره بالا. باریکلا. آفرین. این رمز موفقیت. بریم برای نفر بعدی خانم سارینا. آفرین چقدر قشنگ توضیح داد. عملا استاد من اینو بلد نیستم. منم بلد نیستم. حالا اتفاقی نیست با هم حلش میکنیم. گوش کن، تا حالا اگر چند تا عبارت داشتیم مثلا یه آی بود ازش فاکتور میگرفتیم، درسته؟ بله. حالا یه چیزی، من اگر از تو بخوام بپرسم عامل فاکتور رو بکنیم چند جمله ای، مشکلی داری باهاش؟ ببین نه فکر نکنم.
آفرین، وقتی عبارت مشترکه من مشکلی ندارم. به اضافه بی در ایکس به اضافه یک در ایکس به اضافه، یعنی ایکس به اضافه یک و فاکتور بگیریم. باریکلا همیشه اینجوری نیست که تو فقط از یه آ بگیری. چیزی که اینجا داری میبینی، اینجا هم داری میبینی، ایکس به اضافه یک، کل این تقسیم برای این بشه چی میمونه؟ کل این، آفرین، کل این ببین آ در ایکس به اضافه یک میمونه ازش دیگه، بر روی ایکس به اضافه یک دوتا با هم میره یه آ میمونه به اضافه یک. این بی به اضافه یک بی در ایکس به اضافه یک. باریکلا، تمام شد. حالا میخوای ساده ترش کنی؟ ایکس به اضافه یک هست، آ هست، ب در ایکس به ایکس به اضافه بی. این فاکتور گیری ها بکنم اصلا کلن برای من هنوز درست جا نیفتاده، باید زر تمرین نکنم. ببین عامل مشترکشون رو خارج کن، تک تک عوامل رو بر این تقسیم کن، حاصلش رو بنویس، هرچی که میمونه. گرفتی؟ متوجه شدم. الان ما اینجا ایکس به اضافه یک کشیدیم بیرون، این مونده، ما هم تا همینجا میخواستیم. ممنون، مخلصی. چون این دو تا ایکس به اضافه یک داشته، توان دو بود، یکیشو خرج کرده، یکیش براش مونده که من ضربش کنم. خب خانم زینب بفرمید. بعدیش آسه آها راستی یه سوال داشتم، اینجا به ایکس به اضافه ب نمیشه ازش فاکتور گرفت بهش بدیم؟ خب شما دوباره از این فاکتور بگیر میشه بالاییه دیگه. نه بالاییه رو ضرب کردیم که بشه یه چیز جدید، وگرنه چرا میشه هم بالاییه. خب بریم بعدی. آسه منهای دو دو به اضافه آ. خب یه آ تو همشون مشترک آ می‌نویسیم، پرانتز رو باز می‌کنیم، از اولی آ دو میمونه، از دومی منهای دو آ میمونه به اضافه یک، چون خود آ همون یک دیگه. باریکلا. بعد در نتیجه خب آ دو جذرش میشه آ یک، هم که خب جذرش میشه همون یک دیگه، پس آ پرانتز باز آ منهای یک به توان دو. پس این اگر آ منهای یک به توان دو باشه میشه آ دو به اضافه یک منهای دو. بله. توی یه دونشون فکر کنم بالای ب بود. ما اینجا اون اتحادش چیه؟ من نفهمیدم اتحادش چیه. این فقط فاکتور گرفتیم. آم میخوای رو اتحاد ببریش؟ خب من همین دوتا رو تو اتحاد بردم. نه اون سه آ دو داری، سه آ دو داری، معادله درجه دویه که شما با اتحاد نمیتونی حلش کنی. یا روش AC ریاضی دهم باید بلد باشی یا دلتا بزنی. نمیتونی ریشهش رو پیدا کنی. به هیچ عنوان نمیتونی ریشهش رو پیدا کنی به خاطر اینکه سه مقدار دقیقی نیست. چون سه حتما یه رادیکال سه ضرب در رادیکال سه شده، پس یک و هفته هم ضرب در یک و هفته هم حتما ریشه هاش خورده است. چون دلتا هم بزرگتر از صفر میشه، حتما دوتا ریشه بهت میده که با منفی بی مثبت و منهای رادیکال دلتا برای دو باید حلش کنی که حالا اونو دهم میخونی، اونو نمیتونی کاریش کنی. آره همونجوری که جی مون نتونستیم کاری کنیم، در نهایت یه دونه رفتیم جلو، ته کارمون این بود که بی رو تو اون پرانتز ضرب کردیم. بله بریم برای بعدی. ممنون از خودت. خب خانم غزل، خانم غزل صدا تو واسه کن ببینیم این دور میشه باهات صحبت کنم. الان صدای منو داری؟ صدا تو دارم. آره ببین ضرایب الان یکی 4 یکی منفی 4 یکی 1 ببین اینا چیز مشترکی که نداره. رو باید بگم؟ آره دالو گفتیم هرو باید بگی. ببین الان بین ضرایب چیز مشترکی داریم؟ فکر میکنم ایکس ایگرگ مشترکه دیگه. ایکس ایگرگ که الان تو جمله آخریه نداریم که. جمله بله داخل مثبت 4 نداریم. آفرین. ولی مثبت 4 به ما نمیگه که من یه مربع 2 به توان 2 میشه 4 دیگه. پس من زرنگی میکنم. میبینم فاکتور که نمیتونم بگیرم، یه توان 2 میذارم. اون جمله آخریه 4ه پس 2 بوده. ببینم جمله وسطیه بینشون منفی یا مثبته؟ جمله وسطیه منظورتون؟ منفیه 4 x y رو دارم میگم. بله دیگه منفیه قبلش. منفیه. پس احتمالاً دو تا جمله بوده که بینشون چی بوده؟ منفی بوده. چون میدونی
اولی به توان دومی به توان دو منهای دو برابر اولی در دومی. پس حالا که اون 4x y منفی شده حتما منفی بوده این وسط، قبوله؟ بله. اولی x2y2 مربعه یا نه؟ بله مربعه. پس همون جوری که از دومی شما که 4 بود اومدی جذب گرفتی 2 رو پیدا کردی، من میگم از x2y2 هم یه جذب بگیر. چجور جذب بگیریم از x2 که نمیشه توان 2ه؟ چرا؟ ببین x2y2 خب؟ بله. شما وقتی از این جذب بگیریم میشه قدر مطلق x y، یعنی توان دوهاشون رو با این ریشه ساده میکنن میان بیرون، قبوله؟ بله میشه x y. ببینیم x y میشه یا نه. زحمت بکش اینو به توان برسون. اولی به توان 2 طبق قانونمون چی بود؟ اولی به توان 2 میشه x2y2، قبول؟ بله. منهای دو برابره اولی چی بود؟ x y بود دیگه. x y در دومی، قبوله؟ بله. به اضافه مربع دومی، اینم قبوله؟ بله. خب شد x2y2 دو دو تا 4 تا در x y 4x y و آخرش هم شد 4 مثبت 4. اگر دیدی که به هیچ عنوان عامل مشترکی توش نیست و نمیتونی بری سراغ فاکتور گیری، حتما یا داره بهت میگه من جمله مشترکم یا مزوجم یا مربعم. احتمال اینه که شما نتونی با فاکتور حرکت کنی ولی با مربع حرکت کنی خیلیه، یعنی اکثر تمرینایی که با فاکتور نمیشه حرکت کنی با اتحاد مربع میتونی حرکت کنی. حله؟ بله مرسی. دست شما درد نکنه، آفرین. پس همون x y به توان منهای 2 به توان 2 بوده که اینو بازش کردیم شد این در این. نفر بعدی خانم ملینا. آه ملینا که گفت من باز نمی کنم. آره خانم ستایش بفهمید. واف گفته که 25x به توان 4 به علاوه 3x به توان 3 به علاوه 9x به توان 2. خب اول همونطور که شما گفتیم میایم عامل مشترک همون ضرب مشترکشون رو نگاه میکنیم، میبینیم 9 و 3 مشترک دارن ولی خب 25 بین اینا نداره. 9 و 3 انگار شبیه اتحادم شد، اتحاد مربع 9 و 3، اما 25 نداره. خب پس ضریب نمیذاریم، میایم سراغ متغیرمون. کمترین متغیر رو برمیداریم بین x2 x3 x4 x2 رو میذاریم. پس از x2 فاکتور میگیریم. حالا 25x به توان 4 تقسیم بر x2 میشه 25x به توان 2. بعد مثبت 3x تقسیم بر x2 میشه مثبت 3x. بعد مثبت 9x2 هم تقسیم بر x2 همون مثبت 9 میشه. خب از من اینو بگم، یه نکته ستش، وقتی تو چشمت به 25 خورد، چشمت به 9 خورد، دوتا مربع دیدی، حواست هست که این میتونه اتحاد بشه. خب آره شبیه اتحاد مربع بود. باریکالله. اما قبل از اینکه اتحاد رو همیشه حرکت کنید برید روش حرکت بزنید، چون مجبورید جذب بگیرید و الان ریشه، الان تو میبینی معادله درجه 4 داریم، ما یه عبارت درجه 4 سنگین داریم. اولین آره کار بهتر اول فاکتور بگیریم. باریکالله. این نکتهشه، اینو بنویسید. زمانی که احتیاج به فاکتور و اتحاد داریم اولویت با فاکتوره، به خاطر اینکه کمر اینو بشکنی بیاریش پایین، حالا باهاش بازی کنی. آره خوردش بکنیم بعد بیام ازش اتحاد در بیاریم. باریکن. حالا اینو چی کارش کنم؟ اینی که خب الان ما میگیم شبیه اتحاد شد، پس میگه مربع، گفتیم حاصل ضرب اون مربع دومی آخریه 3 تا که میشه 9 تا. پس اگه جذر اونو بگیریم میشه 3. بعد از 25 هم جذرشو بگیریم میشه 5x. پس مینویسیم x به توان 2 در 5x به علاوه 3. باریکن. 5x به توان 3 در 5x به اضافه 3، یه همون توان 2 خوشگل که شما گفتی، ضرب در x2 که ازش فاکتور گرفته بودیم. یه نکته دیگه، وقتی جلو فاکتور میگیری تو عبارت داری میاری، عامل فاکتور رو فراموش کنی بازی رو باختی. یا چون طراح باید حتما پشتش عامل فاکتور رو بزنی. طراح، من خودم بی نهایت بچه ها سوال اینجوری حل کرده بودم،
طراح حساب کرده رو عامل فاکتور که اونو تهش ببینه. اگه ایکس تو رو جا بذاری تموم بازی رو باختی. دست درد نکنه، ممنونم. بریم برای این نفر بعدی. خانم سمیر درود. ما گفته که باید بیا رو به منفی بی تبدیل کنیم تو این اتحاده. خب یعنی بیام جاگذاری شروع کنیم دیگه، درسته؟ آره، فقط میگه بی رو بکن جاش منفی، قرینشو بذار. تو میدونی اگه مثبت باشه اتحاد چی میشه؟ مربع دو جمله ولی مجموعش، درسته؟ بله بله، مجموعه رو. حالا بکنش منفی بی رو بذاری چی میشه؟ تفاضل دو جمله ای. آها، مربع دو جمله ای. حالا دیگه ببین، حالا آدو اینا میشه تفاضلش به همین راحتی. تمام شد. حله؟ خب بله بله بگم؟ یه بار دیگه، نه دیگه وایسه، تمام شد. یه بار دیگه، حالا من همچین عبارتی دارم، زحمت بکشید درس دومو بیارید. یه همچین عبارتی من دارم، حالا میخوام ببینم شما چجوری میتونی اینو بشکنیش. حیفه دیگه، حالا که اومدی یه دونه حل کن ببینم، چون تو فاکتورم میگی من مشکل دارم. معلم ریاضی هم که میدونی دیگه، دوست دارن مشکلات بچه ها رو پیدا کنن و قشنگ، یعنی بله دستشون درد نکنه. می‌خواستم اینو بگم، یعنی کمک کنن که مشکلات بچه ها. نه نه نه، نمیگم، واقعا تشکر می‌کردم. بله بله، ما هم همینو میگیم. x منهای 1 به توان 2 در 3x2 منهای 3x منهای 3. مثلا شما فرض کن حالا به اضافه x منهای 1 در 3 عامل فاکتور چیه به نظرت اینجا؟ x. x از کجا اومد؟ کجا تو میتونی تو جمله هات x ببینی که x رو تنهایی بیاری بیرون؟ x منهای 1. خب x منهای 1 رو اینور داری میبینی؟ در حقیقت دو تا دیگه، x منهای 1 در x منهای 1، اینور هم 3x2 منهای 3x منهای 3 به اضافه x منهای 1 در 3. شما داریم میگی من اینو دارم اینجا میبینم، اینو دارم اینجا میبینم. خب یه x منهای 1 من برات فاکتور گرفتم. خب دیگه چی میبینی؟ چه عامل مشترکی اینجا داری میبینی؟ درس دو سه. آفرین. این سه به تنهایی اینجا داره به ما چشمک میزنه، در حقیقت یه عامل سه هم اینجا نشسته. بله. پس شما میتونی عملا از یه سه هم فاکتور بگی. ببینم این کلن تا این مثبته چند تا جمله بوده؟ یه جمله. ببین چون منشون ضربه. بله. این مثبته به این ورم چند تا جمله بوده؟ دو جمله. یه جمله. یه جمله. یعنی جمعا دو جمله میشه. جمعا دوتا. باریکلا. حالا من اگه از این سه و ایکس منهای یک فاکتور بگیرم، یکی از پرانتزای این میره، پس از اولیه میمونه چی؟ ایکس منهای یک. بعد از این سه بکش بیرون چی میمونه؟ میشه x2. x2 مگه ننوشتین 3x منهای 1؟ خب الان نباید 3x2 رو تقسیم بر 3x منهای 1 کنیم؟ ببین نه دیگه، شما الان x منهای 1 رو باید ببین کل این عبارت بعد تقسیم بر این بشه، قبوله؟ شما x منهای 1 خب با یکی از اینا زدی، یکیش موند اینها. حالا اینو آها. داری با این 3 بازی میکنی، میشه x منهای x2 منهای x منهای 1. باریکلا. این از اولی. به اضافه حالا این تقسیم بر این چی میشه؟ 1. باریکلا. اینم میشه 1. خوب شد، راه افتادی. دیگه اوکی، روی نگران نباش. مرسی. آره، مخلصی، مواظب خود باش. نفر بعدی. درس دوم شروع میکنیم. اتحاده رو من درسشو بهتون دادم، حالا فقط اینه که یه ذره کار کنیم اوکی بشیم. این اتحاده مربع سه جمله ایه، همونجوری که دفعه قبلی بهم گفتی. خودت هم گفتی. آره، خودت هم یادآوری کردی، گفتم بهتون اینو توی فعالیت کار در کلاس میاره اما تو درس نمیاره، که حالا دو روش برای حلش داره. اولیو بهم توضیح بده. روش اولی روش آبشاریمون بود، گفته بودین همونده بودین. بعد دومی روش این بودش که بیایم توانای دو همشون رو بنویسیم، بعد به اضافه دو ضرب در هر کدومشون، یعنی دو ضرب در آب، دو ضرب در آسه، دو ضرب در بسه. آها. که همون چیزی که شما فرمودی، درسته؟ این روشیه که شما قراره بیای مربع مجموع سه جمله رو بلد بشی. گفتم اینو بنویسید که حالا جز اتحاده که یاد بگیری.
تو روش دوم چی کار کرده زینب به نظرت؟ چی به ذهنت رسیده؟ چی اینجا به ذهنت تو روش دوم آ به اضافه ب به توان دو کرده، بعد یه بار اومده دو تا آ به اضافه ب کرده ضرب در ده، بعدیش یه دو تا آ سه ضرب در ب. نه حالا گوش کن، اون روزی که بهم گفتی این اتحاده رو بگو، یادت بهت گفتم این اتحاده خودش در حقیقت چون با مربع کامل حل میشه ما میتونیم با اون حل کنیم. حالا نگاه کن، بیا آی به اضافه بی رو بگیریم ایکس، یه جمله بگیریمش، نه آی به اضافه بی، درسته؟ بله. اگه بخوایم ببریمش تو اتحاد مربع مگه نمیشه ایکس به توان دو؟ بله بله فهمیدم. آفرین، شما داری میبینی اتحاد رو، بعد میشه دو برابره اولی در دومی. در دومی اولی اون که ایکس همین آی به اضافه بی در سیه، بعدش میشه چی؟ سه به توان دو. باریکالله، حالا گرفتی قضیه رو، پس این میشه سی به توان دو. ببین تفاضلش هم پایین همینه، یادتون نره مربعاش همه مثبت میشه، دو برابراش بهتون گفتم جاهایی که نگاه کن الان آ و بی مثبتن، آ و سی بازی میخوره منفی میشه، بی و سی هم بازی میخوره منفی میشه، پس دوتا بی سی و دوتا آسیش باید منفی باشه که داری بشن. باریکلا دست درد نکنه، اینم بنویسید مهمه، این اتحاد هم مهمه. این که کلا نمیاد، چرا مهمه؟ نه من نگفتم نمیاد، گفتم اینو نمیگیم چون با روش دوم میتونیم با اتحاد مربع کامل حلش کنیم. به بچه ها میگیم هی تعداد اتحاد رو زیاد نکنید که گیر بیافتید، اما اگر تو میبینی روش دوم احتمال خطا داره برات، یعنی آی به اضافه بی رو چرا میاد این تو امتحان میاد چرا نمیاد، اگه میبینی مشکل داری تو این دومیه همون روش اول حفظ کن، بگو آ دو بی دو سی دو دو تا آ بی دو تا بی سی دو تا آ سی، اینجوری حفظ کن. آره انشالله که موفق باشی، عالی بود خانم زینب، دست درد نکنه. نفر بعدی سوال دو. استاد صدای منو داری؟ بله صدا تو دارم واضح، فقط یه ذره بلندتر. ببین بعد سوال دو بگو 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 بگم گفته با استفاده از ضرب عبارت جبری حاصل عبارت زیر رو به دست بیاریم. گفته آ به اضافه بی ضرب در آ منهای بی. خب فکر میکنم که اینجا باید آ رو یه بار در آ رو یه بار در A ضرب کنیم، یه بار در B. خب بعد بی رو هم یه بار در A ضرب کنیم یه بار در منهای بی. باریکالله. اما یه نکته، وقتی یه پرانتز میبینی مثبته یه پرانتز میبینی منفیه، این اتحاد مزدوج اسمش، اتحاد مزدوج همیشه میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. یعنی اگه شما بیایی این دوتا پرانتز رو تو هم ضرب کنی، الان شما به من گفتی چیکار کن، گفتی آ به اضافه بی رو در آ منهای بی ضرب کن، قبوله؟ بله. خودت همین زحمت رو برام بکش، آ تو آ ضرب کنی چی میشه؟ آ دو. آ تو بی ضرب بشه میشه چی؟ میشه ای بی. اما این مثبته، اینجا پشتش مثبته، این منفیه میشه منفی آ بی، درسته؟ بله. خب حالا بی رو ضرب کنیم تو آ میشه همون آ بی دیگه. باشه آ بی مثبت اندفعه، بی رو تو بی ضرب کنیم میشه بی دوی منفی. منفی همین رو میخواستم بگم، میخواستم بگم این تخت پاکان رو بردم به خاطر این، میخواستم بگم همه بچه تو مثبت در منفیه تو علامت اشتباه دارن اما تو متغیر ندارن، یادت نره اینجا باید منفی بشه. حالا این مثبت و منفی ها از هم کم بشن میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان اینو حفظش کن. حالا ما به بچه ها چی گفتیم؟ گفتیم بچه ها اگر قشنگ اینو درک کرده باشید باید بتونید روی شکل این رو نشون بدید. به نظرت من اگه بخوام این اتحاد رو بیارم روی این مربعه چی کارش کنم؟ روی این مربع بخوام بیاریم، خب میتونین
هر زلشو من یک کمکت کنم، بیا هر زلشو یکی از این پرانتزا بگیریم و در نهایت یه چیزی ازش کم کنیم. نمیتونیم هر زلشو بنویسیم A B، هر زلشو بنویسیم A به اضافه B منظورته؟ نه A ضبط در B منظورم، من همون A B. خب شما هر زلشو بنویسی A B، ببین A B در A B مساحت مربع میشه یک زل ضرب در خودش، پس میشه آبی ضرب در آبی، آبی به توان دو که میشه آ دو بی دو. گرفتی؟ بله. من نمیخوام اینجوری بشه. الان شما فرض بر این بگیر من یه مربعی دارم هر زلش آه، خب مساحت اینو به این بده، اینو میشه آب توان دو. باریکره، میشه آب توان دو. حالا من میام یه بخشی از این کم میکنم، یه بی به این اضافه میکنم، رو شکل نگاه کنید، یه بی من به این اضافه میکنم، یه بی ازش کم میکنم، نگاه کن بی رو، ببین یه بی، اگر من بیام این یه تیکه رو بردارم اینجا رو بذارم بی، این یه تیکه بالا میشه چی؟ میشه چیز دیگه آ منهای بی. باید بگم که به دست بیاد اون تیکه. اگه این بی رو بکنی از این زل خودش که آ، یه دونه بی کندی میشه آ منهای بی، درسته؟ بله. دیگه چی؟ خب اون زل پایینش هم میشه آ، اون تیکه یه روبروی بی هم میشه بی دیگه. این هم شد آ منهای بی. خب خب بله، یعنی در حقیقت شما این بی رو از این داری میکنی، از این هم داری میکنی، قبول؟ بله. خب بریم ببینیم وقتی داریم این و این رو از این میکنیم چی میمونه. این یه مربع کوچیکه که طولش بیه، عرضش هم بیه، پس این مساحتش میشه چی؟ میشه بی به توان دو. کلش هم که شما گفتی آ به توان دو بود، این هم مال کلش. ببینم بله. شما اگر این آ دو رو که کل اینه به دست بیاری، این یه تیکه رو ازش کم کنی، چی میمونه برات؟ خب آ دو منهای بی دو، یه مربعی برات میمونه. آ دو منهای بی دو اینجوری بگیم، حالا آ دو منهای بی دو رو دارم میبینم دیگه، یه مربعی برام میمونه که الان این زلش چقدره؟ کدوم زلش؟ این های نه این بالاییه، خودت گفتی اون بیه دیگه. آه اون آمن های بی، آمن های بیه. این پایینه اون چیزی که برام مونده چیه؟ این زل چیه؟ اونم آمن های بیه. آمن های بیه، شما میدونی آمن های بی میشد آ دو من های دو تا آ بی به اضافه بی دو، قبوله؟ بله. چه رابطه بین این دوتا میتونی پیدا کنی؟ دست در نکن. چه رابطه بین این دوتا رابطه؟ خب جفتش میشه اون جوابی که فکر کنم، اون جوابی که به دست آوردیم آمن های بی به توان دو. خب اونی که ما به دست آوردیم چجوری از این به اون میشه رسید؟ یا میشه چه عبارتی پیدا کرد اینو به اون ببندیمش؟ مفهومش مهمه ها. مفهومش یعنی چی؟ حالا هرچی که به ذهنت میرسه بگی. خب بازش کردیم، شد اون اتحادی که اتحادی اسمش یادم رفت، مربع دو جمله‌ای بود. آره این مربع دو جمله‌ایه. آره که شده این، یعنی شده یه تیکه این. حالا یه بی دو مونده که ما از این قرار جداش کنیم، تهش میخوام ببینیم که این آه به اضافه بیه در آه منهای بی چه ربطی به این داره. این خب یه جا اومدیم ای و منهای بی کردیم. خب اینها یه جا اومدیم آ رو با بی جمع کردیم، اینجا هم که دوباره بی رو از روش برداشتیم دوباره آ منهای بی شده. خب بله قاسم هم اینجا منها دیگه. خب من آ منهای بی الان مساحت اینو حساب کردم شد آ دو، نه آ دو منهای دو تا آبی به اضافه بی دو. بله.
حالا بیا یه کاری کنیم. الان این یه تیکه بیدو رو ازش کندیم دیگه. خب یه دونه بی به توان دو ازش کنشه. اگه بگم تمام میشه منهای بی به توان دو، یعنی آ مثبت بی ضرب در آ به توان دو. آ مثبت بی ضرب در آ به توان دو. نه گوش کن، میخوام ببینم الان مفهوم این چی بود. یه دونه آ در آ بود که شد آ دو، بعد اومدم این یه تیکر ازش کندم شد بی دو. چرا؟ چون بی در بی میشه بی دو. حالا اونی که برام مونده آی منهای بی در آی منهای بیه. شما گفتیم مساحت این جدیده میشه آ دو منهای دو تا آ بیه به اضافه بی دو. قبوله؟ بله. حالا اگه اینو شما با اون بی دو بخوای جمع کنی عملا بعد میشد آ دو. آ دو نمیشه که الان، الان میشه آ دو منهای دو تا آ بی به اضافه دو تا بی دو. پس یه جای کار یه داستانی داره. مثبت چجوری میشه وقتی جفتون کم شدن؟ اشتباه بوده یه جاش، یه مفهومی داره. همون میخوام درکش کنی، میخوام درکش کنی. شما فرض کن اشتباه نبوده، یه نکته ای که باید بهش دقت کنی، باید بهش توجه کنی. میتونستیم سری رد چیم ها؟ یعنی من میگم اتحاد مزدوج منفی در مثبت اینو بزن آ دو منهای بی دو تموم شد. نمیخوام این کار رو بکنیم، میخوام درک کنی لذت اون چشیدن شهد ریاضیه. من اومدم دوتا بیا رو برداشتم از این کم کردم، چون میدونم اگه یکی زیاد بشه یکی کم بشه، ببین ته این یه دونه به تو آ دو باید بده، یه دونه بی دو باید بده، یه دونه دوتا آ بی منفی بذار زبرشون برتر، یکی دوتا آ بی مثبت. جواب گفتم مثبت. فقط اگه بتونی آن درکش کنی تمام. کلک چیه؟ این کجاست؟ این الان کجاست؟ ضرب که کردیم آ ضرب در آ شد، بعد آ ضرب در بی شد دیگه. الان آ چه جوری ضرب در بی میشه؟ وقتی مثلا عرضش بشه آ طولش بشه بی. حالا قراره این مساحتش میشه چی؟ میشه آ بی. قراره دو تا از این کم شه، دو تا از این اضافه بشه، دو تا اضافه بشه، دو تا کم بشه. گرفتی؟ فرقی نمیکنه دیگه. نگاه کن الان، الان نگاه کنی فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ نگاه کن الان روی شکل بیا. الان من میخوام بی دو رو ازش بکنم بره. ببخشید الان من اینو ازش کندم. نگاه کن یه دونه آی منهای بی اینجا. این چیه؟ این در حقیقت یه مستطیله که طولش آی منهای بیه، عرضش هم چی بود؟ اندازه همون بیه. نگاه کن شد آبی. آه تمام شد. یکی دیگه هم این طرفش اضافه میکنم، به یه طرف اضافه میکنم، از یه طرف کم میکنم. فهمید چی شد؟ این درکش خیلی شیرینه ها. از یه ببین، من اومدم از دو طرف یه بی کندم، بعد اومدم چیکار کردم؟ اون تیکه پایین که مونده بود آوردم گذاشتم کنار یه ضلع دیگه، به یکیش اضافه کردم، از یکیش کندم. اینو سر اینو تو کلاس به هیچ عنوان بهتون یاد نمیدم، یعنی عمرن، چون بهترین معلمم برای من بیار اگر سر کلاس اومد اینو اتحاد مزدوج اینجوری گفت من جمع و شیرینی میدم. یه بار دیگه میخوام درک کنم که این اتحاد مزدوج روشک چجوریه. حالا خودت به من بگو ببینم دارم چی کار میکنی. اول مساحت مربع بزرگ، اول مساحت اون مربع رو به دست آوردیم شد آ به توان دو که همون آ دوی که ما اون بالا داشتیم. یه دونه منهای ای بی داشتیم که گفتیم بی دو این پایین که اون مربع کوچیکه ای ماست. اونو اگه برداریم یه دونه عرض بی واسه ما میمونه، یه دونه طول اون همون مستطیله آ منهای بی میمونه. آفره. که اونو جابجا میکنیم میبریم، چون اندازه همون آ منهای بیه میبریم. باریکالله باریکالله.
خب بگو بگو قشنگ بود. چون اندازه آی منهای بیه میتونیم از پایین بکنیمش برش داریم ببریم بذاریم کنار اون. باریکلا. بعد اون بالا هم یه دونه آ داشتیم که شد آ مثبت بی در آ همین. منهای بی. باریکلا. تمرین سخت و مفهومی. الان درست گفتم؟ عالی. تمرین مفهومی و سختی بهت خورد ولی اینجوری که تو درکش کردی و خودت حلش کردی حالا تا کنکور ببین چقدر دیگه با مزدوج راحتی. آفرین. این مفهومش این بود. دست درد نکنه فوق‌العاده بی‌نظیر. این یه تیکرم بخون برامونو بریم برای نفر بعدی. گفته از اونجا که S1 برابر با S2 پس اتحاد مزدوج میشه A مثبت B ضرب در A منهای B یا A2 منهای B2. منهای B2. دست شما درد نکنه. ممنونم خانم غزل. نفر بعدی. آفرین. اینو میخوام خانم ستایش فکر کنم. خانم ستایش اینو میخوام با بیان کلامیت بهم بگی. مزدوج و بیان کلامی بگو. برم زبان عامیانه تعریفش کنم. آره. خب گفته آی به علاوه بی در آی منهای بی. خب همونجور که توی شکلم الان رفتیم تو مسئلت اومدیم اون مستطیلا رو کنار هم دیگه قرار دادیم بعد حاصل آخرش میشه آ به توان دو منهای بی به توان دو. هم از نوع آبشاری میتونیم بگیم هم از این که ما وقتی مقایسه بکنیم میبینیم که این آ در آ به توان دو میشه. این که درسته. بعد این بی در آ میشه مثبت بی آ. بعد وقتی دوباره بکنیم میدونیم میشه منفی بی آ که بعد این دوتا با هم خط میخورن یه دونه آ به توان دو منهای بی به توان دو میمونه. خب حالا اولا که اینجا دست درد نکنه نوشته بودی چقدر باحاله. آفرین. آره لذت بخشه. بچه ها ریاضی فراری هم چون درکش نمی کنن. اگه درک کنن عشق میکنن با ریاضی. عشق. خب آره مریم میرزا بیدی هم نوشته بود که شیرینی ریاضی لحظه اینه که جواب پیدا میکنی میگی آها. باریکلا. واقعا راست میگه. واقعا اون آهانی که میگه. آفرین. ببین حالا کلامی میخوایم بریم. یعنی همینو که شما واسه من توضیح دادی آه اومده تو ضرب شده تو بیه ضرب شده بعد اینا کم شدن کلامی به من بگو این ورش و اون ورش. کلامی کلامی یعنی چی؟ یعنی مثلا الان من اون طرف آسونه رو بگم بهت میگه مربع اولی منهای مربع دومی. یه ذره خوشگل‌تر بخوام بگم اینجوری میگم میگم حاصل اختلاف بین مربعات آن دو. خب اگه ما بخوایم اون سمت رو بگیم میگیم حاصل ضرب حاصل ضرب اون طول آ به علاوه بی در عرضش آ منهای بی. آ به اضافه بی آ منهای بی نباید بگی. خب حاصل ضرب طول در عرضش طولمون مجموع آ بی بود عرضش آ منهای بی بود دیگه. آره ولی نه یه مدل دیگه بگم. آره خب آی به علاوه بیمون که همون زلمونه حاصل ضرب طول هم که نمیشه بگیم به شکل هندسی ربطش بدم. نه بخونش ببین چی گفته. یه لحظه تصویر در بیام. حاصل ضرب مجموع و تفاضل دو عدد برابر است با تفاضل مربع آن دو عدد. آره. باریکل. خب طولم درست بود دیگه. آره حاصل ضربه. ببین منو اولین وسط رو بخون. آره مجموع اون دوتا عدد و تفاضلشون گرفتم. باریکالله حاصل دوتا عدده که اما باید بره تو ضرب. یکیشون جمعه یکیشون تفریقه یعنی حاصل جمعشون در حاصل تفاضلشون تفاضلشون برابر با تفاضل مربعاشون. باریکالله که اینم میشه این تفاضل مربعاتشون. دست شما درد نکنه ستش خانم. ممنون. خودت شروع کردی خودت هم تمام کردی کار را که کردن که تمام کرد سرطای کلاس رو بستی. دست شما درد نکن. همگیتون عالی و دوست داشتنی هستید. خوش میگذره با شما سر کلاس. آرزو بهترین رو براتون دارم. فقط یه ذره تو آزمونا بیشتر دقت کنید. ممنونم شما خسته نباشید. برای جلسه بعد سعی میکنم اینو براتون یه بررسی هم بکنم. ممنون از همگی. خدمت خانواده محترم سلام برسونید. تا جلسه بعد روز و روزگار خوش.